<applause> الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اینک به ادامه حلقات قبلی بار دیگر در حضور شما قرار داریم و درباره شب قدر و فضایل آن سخن خواهیم گفت. الله عز و درباره این شب مبارک یک سوره کامل را نازل نموده است که اسم همین شب را دارد. صورت القدر بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیله القدر ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم یعنی قرآن کریم در این شب مبارک از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل شده است و ما ادراک ما لیلت القدر و چه چیز تو را آگاه کرد ای پیامبر که شب قدر چیست سپس خود قرآن جواب می دهد لیلت القدر خیر من الف شهر شب قدر از هزار ماه بهتر است الله جل جلاله می فرماید که اگر کسی در شب قدر عبادت کند اجر و پاداش عبادت او در این یک شب بیشتر از اجر عبادات هزار ماه می باشد. تنزل الملائکت و الروح فیها ربهم من کل امر فرشتگان و جبرائیل امین علیه السلام در این شب با اذن پروردگارشان فرود می آیند. سلامون هی حتی مطلع الفجر آنها بر انسانهای مؤمن سلام و درود می فرستند تا طلوع صبح. بناا شب قدر دارای فضایل زیادی است از جمله اینکه قرآن کریم در این شب نازل شده است عبادت در این شب بهتر از عبادت هزار ماه است فرشتگان و جبرائیل امین علیه السلام در این شب فرود می آیند و برای انسانها دعا می کنند و مغفرت می خواهند از اول شب تا طلوع صبح این حالت دوام دارد شب قدر یک عطیه الهی از طرف الله متعال برای این امت است که در امتهای پیشین وجود نداشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این شب به کسرت دعا و نیایش امر می کند. چنانچه حضرت عایشه رضی الله عنها از ایشان پرسیدند که یا رسول الله اگر من بفهمم که این شب شب قدر است پس من چه بگویم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود بگویید اللهم انک عفو تحب العفو فعفو عنی پروردگارا تو بخشاینده هستی و بخشش را دوست داری پس مرا ببخش یا الله از این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم به عایشه رضی الله عنها معلوم می شود که در شب قدر علاوه بر نماز و تلاوت باید یک حسی بیشتر وقت خود را به دعا و نیایش اختصاص بدهیم و دعای اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی را زیاد بخوانیم آنچه که در مورد این شب بسیار مهم است این است که هر عمل خیر ما در شب قدر بیشتر از عمل 83 سال است. علما توصیه می کنند که در شب قدر باید کم صدقه بدهیم، نماز بخوانیم، تلاوت کنیم، از کار بخوانیم، نوافل را بر پا بداریم، دعا و نیایش بکنیم. اگر با شب قدر برابر شد، گویا که 83 سال همه این عبادات را انجام داده ایم. حال شاید از خود بپرسیم که شب قدر در کدام شب است از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و اقوال علما چنین برمی آید که شب قدر در دهه اخیر ماه مبارک رمضان قرار دارد در صحیح البخاری از عباده ابن صامت روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و شب از خانه بیرون آمدند تا شب قدر را برای ما مشخص کنند اما دو نفر از مسلمانان با هم درگیر شدند و رسول الله صلی الله علیه و سلم مصروف قضیه آنها شد سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من آمده بودم تا شب قدر را برای شما مشخص کنم اما فلانی و فلانی درگیر شدند و انها رفعت یعنی علم تعین لیلت القدر از من برداشته شد سپس در ادامه همین حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می که شاید این برایتان بهتر باشد بعد فرمودند که این شب را در شب 29 در 27 و, و در 25 جستجو کنید و در روایت متفق علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین می شب قدر را در دهه اخیر ماه مبارک رمضان جستجو کنید در مورد شب قدر دو علامه در احادیث صحیح ثابت است اول اینکه صبح لیلت القدر آفتاب طور طلوع می کند که شعا ندارد یعنی شعای آفتاب آنقدر تیز نیست که انسان را به تکلیف کند دوم اینکه هوای شب قدر نه زیاد سرد است و نه زیاد گرم بلکه معتدل است اما بعض علاماتی که در میان مردم بسیار مشهور است مانند اینکه که می گویند که سگها در شب قدر آواز نمی دهند یا اینکه در شب قدر درختها نباتات سجده می کنند یا اینکه همه جا را نور می گیرد و صدای فرشتگان شنیده می شود هیچ کدام اینها از نظر شرعی اصل ندارد و ثابت نمی باشند نظر بیشتر علما و محدثین این است که چون شبهای رمضان در هر سال تحویل دارد و بسا امکان دارد که یک روز از روزه خورده شود بنابراین باید در تمام شبه های دهه اخیر رمضان شب قدر را جستجو کنیم. الله متعال توفیق درک نمودن شب قدر و عبادت نمودن در آن را برای همه ما نصیب بگرداند. منتظر حلقه بعدی باشید الله